درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه توی یه روز زیبا و هوای خوب پاییز. آبان ماه اومدیم خیابان مالی آباد رو بگردیم. تقریبا ساعت 1 بعد از ظهر هست، ولی خیابان مالی آباد مثل همیشه پرشور و شلوغ و پر از رفت آمده. صبح به خاطر بانک و تک و توک پاساژایی که حالا صبح میان مردم و کارهای شرکت های خصوصی دیگه، در مونگا اون مطبای زیبایی و دفتر وکالت و خیلی چیزا هست، برای همین شلوغ هم میشه. عصرام خب چند تا عصر براتون فیلمشی گرفتم، اون موقع هم بیشتر جوونا میان برای خرید و پاساژ و خیابون گردی و تفریح. یه جو محل دور دور ماشینا هم هست اینجا، پس از نظر معروف بودن زیاد معروفه و ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه میشید. متشکرم. دوست داشتم کتابش ببینم چیه ولی یکم وقت ندارم باید برم. از کوچه یا خیابون رهبر ما شروع میشه، به فامیلی بوده رهبر ما. اینم از مجتمع آفتاب فارس. ماشینا با اگزوز صدادار و این چیزا سوان پس زیاد میان اینجا. خیابون هم تقریبا از ساعت 9 اینجوریه تا 1:30 که دیگه یه تایم خلوت میشه، خیابونو نفس میکشه از شلوغی و رفت آمد. دوباره عصر زمستون و پاییز باشه مثل الان از 5 و 6 شروع میشه شلوغی ها و حضور مردم دیگه تا 10 و 11. تابستون از 7 و 8 شروع میشه تا 11 و 12. اینجایی هم که میبینید بانک شهر بود مثلا 98 دیگه برای آتیشی که گرفت هنوز همین جوریه. حالا فکر کنم دارن یکم سر و سامانش میدن بعد از 4 سال. اکثر کوچه هاش همین جوریه، اطراف پر از ساختمون. ما
مغازه‌های متنوعی داره، از عکاسی که اینجا همین یه دفعه یادم اومد، از عکاسی و لوازم تحریر بانک بگیر تا میان فروشی، انواع جراح، دندانپزشک، گفتم دفتر وکالت بالا هست بخونم، مطب تغذیه، چه میدونم، امور ترک اعتیاد، مرغ فروشی، شکلات فروشی، اونجا هم وسایل آرایشی بهداشته، هر چیزی که فکرشو بکنید اینجا هست. رسیدیم به خیابون یا کوچه گلها، یه طرفش میخور به رهبر ما، یه پارک معروفی هم داره، پارک محلی گلها، ما بهش میگیم همون گلها چون معروف گل و یه چیزا زیاد میکشن و رد و بدل میشه. مغازه‌های رنگارنگ، صورتی سفید، آبی سفید، سرمه‌ای، پاساژ گاندی یکی از اون پاساژ‌های قدیمی اینجا هست. قربون است با چکر مادری که داره بعد از مدرسه پسرش کاراش و نقاشی‌هاش رو می‌بینه. سمت چپ من هم مجتمع تجاری آفتاب، بهش میگن آفتاب کوچیک چون قاطی نشه با اون آفتابی که گذاشتیم، آفتاب کوچیک و آفتاب بزرگ. خب یه صفتی هست که بهشون میچسبونم قاطی نشه، ازم یکیشون اسمشون عوض کنه بهتره.
کردن گرم بمونه اینجا. یه فصلی بود یکی یه دکه داشت یا یه گاری داشت، منظورم سالای خیلی قبل ها، کتاب سونا بستنی میفروخت و گاری یا دکه زم سونا لبو و شلغم و چه میدونم یا خودگرم و از این چیزا. حالا دیگه اون بستنی فروشی هم از این گرم کنه ها میذارن که مشتریشون نفره. نظر من قبلا که میوه و اجناس فصل داشت یه موقع خاصی داشت جذابتر بود. هندونه مثلا تو تابستون میخورد، یه هندونه تو زمستون پاییز نمیشد، اگه خودت هم میکشتی نمیتونست پیدا کنی، ولی الان بری میبر و اثر بزنی شاد باشه. از چیزای دیگه، از پرتقال زمستون میگه یه در میبینه تو آخر بهار تابستون هم هست دیگه، اون به اصطلاح سردخونه یاش که هر چیز یه موقعی داشت. آدم تا جوونه یه کاری به خصوص میکنه و کنه، میان سال هر کاری سن به خصوص، فصل به خصوص، جذابتر. الان دیگه همه چی آقاتی شده، بستنی فروشی چی گرم کنی میذاره که مشتری ها بمونه. البته بستنی تو زمستون هم بعض موقع ها میچسبه. حرف هم زدیم از خیابون خلبانان هم گذشتیم یادمون رفت.